بیشتر بدانید تا سالم زندگی کنید در نبض سلامتی صبح ها زندگی با بخش های نسخه سخت و ساز و تازه های طبی امروز هم یکی از موضوعات بسیار مهم و جالب را در بخش امراض روانی انتخاب کردیم و می خواهیم که در رابطه به ترس یا فوبیا به شما هموطنان عزیز معلومات بدهیم مشکلی که یک تعداد از مردم رنج میبرند و گاه اوقات هم حتی از تاریکی خیلی میترسند امروز هم مهمان ما دکتر صاحب خیلی عزیز و گرامی با ما هستند دکتر صاحب نیک محمد واحدی متخصص امراض روانی و اعصاب بسیار خوش آمدین دکتر صاحب صحبتتان بخیر خوش باشین ما هم عرض ادب دارم حضور کارکنان محترم تلویزیون آریانا و بینندگان محترم تلویزیون سلامت باشین دکتر صاحب دکتر صاحب عزیز و گرامی با ما هستند دکتر صاحب نیک محمد واحدی متخصص امراض روانی و اعصاب و در رابطه ترس انواع ترس علل و عوامل که سبب ایجاد ترس در نزد افراد میشه و ای که کدام راهکارها به خاطر از بین بردن ترس وجود داره تا خانواده ها و افراد و اقاربی که با افرادی که بسیار میترسن و حساس هستن کمک بکنه تمام این توصیه ها و گفتنی ها را از دکتر صاحب می داشته باشیم ولی قبل از همه دکتر صاحب بر ما که ترس یا فوبیا چی است ترس یا فوبیا یک عکس العمل هیجانی فیزیولوژیک در مقابل تهدیدات خارجی شناخته شده می باشه بله دکتر صاحب در رابطه به انواع ترس هم صحبت کردین حالا روی عوامل ترس صحبت بکنین که کدام عوامل و علت ها سبب میشه که نزد افراد ترس بوجود به وجود بیاد در قدم اول میشه که امی ترس ارسی باشه یعنی به با شکل ارسی از پدر مادر انتقال شده باشه بالاخره اما قسم که پدرش یا مادرش امی مشکلات داره به شکل ارثی انتقال شده باشه و با باعث به با وجود آمدن همین استرابات و ترس بشه درست. و نظریه دیگه نظریه یادگیری است عضوی از فامیلش مثلا پدرش و یا مادرش امی مشکل داره مثلا شکل او سیدی را داره که دوامدار دست های خود میشه ترس از منتن شدن و یا یکی که چک کردن و یا یکی که ترس حمله پانیک بالاخره ایره یاد میگیره درست. و او تکرار میشه و گاهی وقت خود عوامل اجتماعیش است عوامل اجتماعیش هم حادثاتی که در افغانستان صورت میگیره مثلا از دادن اعضای فامیل اختطاف دوزی بالاخره آفات طبیعی جنگ ای همش مجموعا میتونه شده که باعث به وجود آمدن امی ترس ها و همین مشکلات روانی شون بله دکتر صاحب از کجا میفهمیم که یک فرد واقعا ترس داره کدام نشانه های خاص هم در وجود افراد دیده میشه نشانه های خاص شمیس که یک فردی که در مقابل حادثات نارمل روزمره از خود یک عکس العمل بسیار شدید نشان می یک حالت پاتولوژیک یعنی است یعنی حادثه بسیار خرد است واقعه بسیار خرد است ولی عکس العملش استرابش نارامیش بیخی زیاد است باعث بیخوابیش میشه باعث از من رفتن تمرکزش میشه باعث اختلال در کارش میشه تپش قلبش پیدا میشه عرق پیدا میشه به نظمی در سیستم هضمی پیدا میشه ناراحتی صدری پیدا میشه ای همش بالاخره عوامل او است که یا اعراضی است که پیش این مریض پیدا میشه درست دکتر صاحب بیشتر ترس یا فوبیا را میبینیم که در نزد کودکان نسبت به بزرگسالا زیادتر دیده میشه و زمانی که فامیلا به ویژه والدین متوجه میشه که کودکشان از چیز میترسن به جای از اینکه همراهش رفتار درست بکنن همیشه کودک را دگام تهدید و تحقیر میکنن که چرا ترسیدی یا حتی مورد خشونت قرار میگیره این موضوع تا چه اندازه در قسمت تشدید فوبیا یا ترس میتونه رول باشد. خب در قسمتی که طفل برای پدر و با مادر خود باره ترس از یک حیوان یا ترس از تاریکی چیزی میگه باید او جدی گرفته شود دوم مو توفولیت وضاحت داده شود بالاخره آیس هایستا ها با او مواجه شود بالاخره توضیح داده شود ایتو نشه که ترسانده شود مثلا اکثرا مردم ما وقتی که یک طفل غذا نمیخوره یا شوخی میکنه او را میترسانه که ما تو را پیش دکتر میبرم بحب. ما برای پیشکاری میتم ما بیرون میکشم اینی خودش یک انگیزه غیر منطقی پیش طفل پیدا میشه باید به هیچ وجه ما او را شرطی نسازیم او را تهدید نکنیم ولی در صورتی که او طفل میترسه او را وضاحت بتیم و بهترین تداویش مواجی سادی است مثلا آیست سا اگر یک حیوان می ترسه شده که یک گودیگه که بسیار خوب مقبول برش نزدیک کنیم تا که او تماس هم پیدا کنه بالاخره با یک ایوان اهلی که هست در اوجه آیست به شکل تدریجی با او تماس پیدا میکنه بالاخره ترسش از بین میره و هر قدر که او از او حالت جدا میشه ترسش زیاد شده میره <تصفح> خیلی عالی دکتر سیب در رابطه به های پیشگیری از فوبیا یا ترس صحبت کردیم و تفسیح ها و گفتنی های شما را داشته باشیم تا لحظه صحبت های داشتیم با دکتر سیب نیک محمد واحدی در رابطه به ترس انواع ترس و که چرا بعض افراد خیلی حساس هستند در مورد بعض از موضوعات در مقابل بعض از حیوانات و والدین چگونه باید رفتار داشته باشند با کودک که بیشتر حساس هستند و از حیوانات میترسند حالا دکتر صاحب در مورد راههای پیشگیری از ترس بر ما معلومات بتین که کدام تغییرات را ما در سبک زندگی خود به وجود بیاریم تا از مواردی که بیشتر ترس داریم این حساسیت ما کاهش پیدا بکنه در قسمت پیشگیری و تداوی راههای حل مختلف است اول خود رفتار درمانی و مواجه سازی است در صورت که همین ترس بسیار کم باشه ضرورت به با دوا نیست ما میتونیم که مواجه کنیم امو طفله یا امو فرد با امو حالت با. و آیستا آیستا او رو حساسیت زدایی هم میگن بالاخره او ترسش از بین میره مثلا <applause> اگر ترس با اجتماع باشه میتونه شده که اول با دو نفر با چهار نفر صحبت کنه یا کنفرانس بده بعد از او به هشت نفر بعد از او مقسم به تعداد زیاد اگر با کدام حیوان هم قسم قبلا گفته میتونه آیس آیس سا هم مواجه کنیم و در صورتی که باز حالت بسیار شدید باشه مثلا به با اندازه باشه که بالای مریض حمله می که کاملا در او حمله به مدت سی دقیقه یا بیس دقیقه دوام میکنه زوف میکنه ایجاب میکنه که باید دوا هم برش بتیم اکثرا های بنزودیازپین دیازیپین یا آرام کننده بر مدت یک ماه یک ماه داده میشه در دا پالویش پروپرانولول یا انجرال به اندازه 10 میلی گرم قبل از امی کنفرانس یا قبل از محادثه یا کدام جایی که میره میتونه بگیره و بعض دواهای ضد استراب یا ضد افسردگی هم مانند پروگزیتین پر و فلوگزیتین برای مریض بر مدت داده میشه تا بعد از او آیس های میشه ولی بهترین میتودش اونمو حساسیت زدایی و مواجه سازی هست بسیار خب پس کسایی که بیشتر اساس هستن از حیوان اگر میترسن از تاریکی اگر میترسن خوب است که با کمک بعض از, از اعضای خانوادهشان یا بعض از دوستایشان این مشکلشان رفع شود و بیشتر از موضوعی که ترس و هراز دارن به مو موضوع مواجه شوند و حساسیتشان کلاین به مرور زمان از بین خواهد رفت موضوع ترس از تاریکی هم دکتر صاحب بیشتر در نست کودکان دیده میشه حتی بعض از بزرگسالایی است که اگر در خانه می باشن از طرف شب خیلی ترس و حراس می داشته باشن چرا بعضا از تاریکی مردم ترس داره؟ خب خب این خودش برداشت امو فرد است یعنی هر کس که هر رقم برداشت داشته باشه خصوصا در طفولیت اگر کدام قصه بسیار وحشتناکی را شنیده باشه یا دیده باشه بالاخره او ده ذهنش ذهنشین شده باید آیسایس همیشه همین چیز مهم است جدی گرفته شود و, و امراض آیسایس روبرو شود توضیح داده شود که تاریکی مثلا یک حالت نارمل است بالاخره از با طرف شب با پدر خود و با مادر خود یا برادر کلان خود بیرون برده شود توضیح داده شود ستاره ها برش توضیح داده شود بالاخره امو حالت خوبش شب تشریح کنن بلاخره آیست هایست از بین میره تشکر دکتر سایب در این لحظات از برنامه هم میخواییم که در رابطه به یک نوع ترس که گاه اوقات بر افراد ایجاد میشه و فکر میکنن که من شاید مریض باشم یا به با سرطان مواجه شده باشم میخواییم که نظر دکتر صاحب در رابطه به این نوع ترس هم داشته باشیم خب یک حالت است برنامه هایپوکاندریاسیس یعنی گاه وقت مریض فکر میکنه که ما سرطان دارم ما ایتس دارم ما یک مریضی پیشرفتی قلبی دارم خصوصا اگر یکی از اعضای فامیلش دمی اواخر فوت شده باشه به با اثر سر مریضی سرطان و یا مریضی قلبی ای به مرور زمان آیسای صد از ذهنش میگرده و او زیاد میشه بالاخره باعث بیخوابیش میشه باعث نارامیش میشه و بالاخره نزد دکتران مختلف مراجعه میکنه و ای اگر تداوی نشه بالاخره همیشه دمو فکر است خوابش خراب است ذهنیتش خراب است تمرکزش خراب است فکر میکنه که ما همین مریضی را دارم و بالاخره اگر این تداوی نشه بیخی اگر با ماینات هم برش گفته شوه او قبول نمیکنه درست از او خاطر واقعا نارام کننده است و با جدی گرفته شده دکتر صاحب بعض از افراد هم هست اگر مشنوان از اقارب یا دوستای نزدیکشان که مثلا تکلیف گرده دارن یا تکلیف ام. میده دارن دفتن بر اینا هم امو اعراض علایم پیدا میشه و فکر میکنن که ام. ما هم شاید امو مشکل را داشته باشم چرا بعضا چون این حالت برشان پیدا میشه خب در حقیقت خودش یک آدم مضطرب است ام. یک آدمی از قبلا مشکل داشته قبلا یک تشویش داشته و فعلا زیاد حساس است از او خاطر با همه قسم خبر دفتن اصحابش بسیار حساس میشه و بالاخره در فکرش میگردم امروز زمان که من همه میمیرزی را دارم بحق. چون ما قبلا گفتیم که ترس خودش یک عکس عمل فیزیولوژیک است عکس عمل در مقابل تهدیدات شناخته شده ولی اینجا عکس عمل پاتولوژیک است عکس عمل بیش از حد است زیاد است خود تنبیه کم است ولی عکس العمل همین فرد چند برابر زیادتر است بل. که بالاخره تمرکزش خراب میکنه وظیفه خراب میکنه خوابش خراب میکنه درست حالا دکتر صاحب گفتنی ها و توصیه های کلی تا نمیخوایم داشته باشیم به هموطنان و ما چه کارهایی را باید انجام بدن تا کلن یک فرد مطمئن باشن و از مواردی که ایجاب نمیکنن نترسن در قدم اول ترس در حدود 15 تا 25 فیصد مردم داره. از او خاطر کوشش کنه که خون سرد باشه همیشه خوشبین باشه مثبت باشه برای آینده دواره خود دوباره محیط دوباره آینده بالاخره میتونه که این حالتش کنترل به بسیار خوب دکتر سوی یک دنیا تشکر میکنم از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در بخش نبض سلامتی صبح و زندگی توصیه ها و گفتنی های مفید ارزشمندتون با ما و هموطنان عزیز شریک کردید تشکر شما اوقات خوب خوش از شما هم تشکر میکنم بیننده های عزیز که بخش مختلف نبض سلامتی را تا لحظه دنبال کردین داشتن های بعدی ما را همچنان فراموش نکنین تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سبسکرایب کنین